برنامه نان گل و سرخ نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نمازی هم. و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته مصاحبه ای داریم با فاطمه محمد کاظم در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان. در ضمن در مورد سنگسار واقعا اسفناک رخشانا در افغانستان صحبت خواهیم کرد و به قتل رسیدن یک سکولاریست دیگه در بنگلادش، در رابطه با اعتراض صدف طاهریان علیه حجاب، مراسم وداع یک فعال کارگری به اسم کوروش بخشنده، فتوای احمقانه در مورد کدوم زنا از کدوم کشورها رو نمیشه باهاشون ازدواج کرد در عربستان سعودی و کریکت زنان در پاکستان به عنوان اعتراض علیه اسلامیون. با ما باشید. بینندگان عزیز، حتما خبر اسفناک سنگسار یک دختر 19 ساله به نام رخشانا در افغانستان و خبرش رو شنیده این. واقعا اگر کلیپ ویدیو رو دیده باشین، واقعا اصلا آدم نمیدونه چی بگه به جز این که فقط فریاد بزنه. یه دختر جوان رو گرفتن به خاطر اینکه با کسی که عاشقشه رفته فرار کرده، به جای اینکه توی ازدواج اجباری باشه، به خاطر همین، به خاطر عشق کشتنش. دقیقاً. و واقعا همونطور که شما میگی، آدم تمام قلبش واقعا نابود میشه وقتی این صحنه رو میبینه. و این وضعیتی که خیلی از زنان توی افغانستان باش روبرو هستن، اونجایی که و دولت هیچ کمکی نمیکنه، پلیس هیچ کمکی نمیکنه، و این تلاش کرد چند بار فرار کنه و وضعیتی که آدما دارن واقعا ازش ناراحتن، با اینکه دنیا اعتراض کرده ولی این کافی نیست، یه کار دیگه باید کرد. و به نظرم اعتراضم بالاخره بعد یه طوری باشه که اصلا دیگه واقعا این آخرین سنگساری باشه که ما توی این قرن ببینیم. اصلا آدم باورش نمیشه که هنوز تو قرن 21 آدم ها رو میکنن توی چاه و سنگسارشون میکنن. و اگر ویدیو رو آدم نگاه کنه میبینه که این اسلامیون همینجوری عین خیالشون نیست، دارن سنگ پرتاب میکنن، انگار اینکه دارن به یه دیوار پرت میکنن. بعد آدم میتونه گریه ها و ناله های زن رو بشنوه. واقعا فکر کنم این از اون چیزاست که هیچ وقت از یاد بشریت نمیره. آره، و این باید همونطوری که شما میگین آخرین سنگسار توی دنیا باشه و بعد نه تنها اعتراض کرد بلکه بعد یه کاری کرد، این وضعیت رو عوض کرد. جالب اینجاست که در سال 2013، دو سال پیش، دولت کارزای سعی کرده بود که حتی قوانین سنگسار رو برگردونه توی قانونهای افغانستان، چون اول دیگه قدغن کرده بودنش و بعد از اینکه افشا شد کلن اعتراض شد که نتونستن این کارو بکنن. ولی خب طالبان داره همین کارو زیرزیرکی انجام میده. مشخصه که بعد انقدر فشار گذاشت که نه دولت بتونه این کارو کنه و نه طالبان و اینا این وحشیای اسلامی به خودشون این اجازه رو بدن. حالا بریم سر صحبت روی یه اتفاق جالبی که افتاده توی ایران و این یک هنرپیشه بسیار نازنین به نام صدف طاهریان که به خاطر اینکه عکسای بی‌حجاب خودش رو در میدیای اجتماعی پخش کرده بود مورد تهدید و اینا قرار گرفته، کلی بهش بد و بیرا گفتن و مجبور شده فرار کنه از ایران و جمهوری اسلامی هم گفته که در شأن مردم ایران نیست، قوانین خودشون در شأن مردم ایران نیست. جمهوری اسلامی و تمام سیستمش رو از رهبرش گرفته تا اون کوچولوشون پایین که داره همه رو اذیت میکنه، در شأن مردم ایران نیستن به شکل واقعی. اینا اینقدر بی فرهنگ هستن، اینقدر وحشی هستن، حتی عکس صدف طاهریان رو برداشتن فوتوشاپ کردن روش حجاب گذاشتن. یعنی چقدر یک جنبش، یه سازمان، یه فکر عقب مونده متحجریه. و این نشون میده تو جامعه ایران همه میدونن که حجاب اجباریه، مردم ایران حجاب نمیخوان، زنان ایران حجاب نمیخوان و این چیزی که به زور سر مردم کردن و پایان نداره این مبارزه علیه این وضعیت و این حجاب و جمهوری اسلامی، ننگی بر تاریخ جامعه ایران. قراره بیفته، قراره که چی بشه بعد از گذاشتن این عکس‌ها. ولی جسارتم از جایی شروع شد که به گذشته فکر کردم. وقتی گذشته رو مرور کردم، وقتی که از دفترهای مختلف سینمایی به هم زنگ می زدن و
با کلی شوق و ذوق میرفتم سمت دفترشون برای بستن قرارداد، اما متاسفانه با جملات وقیحانه مواجه میشدم و این باعث میشد که از اون دفتر تا خود خونه فقط اشک میریختم، فقط گریه میکردم که چرا، برای چی. در مورد هر چیزی صحبت میشد به جز کار. خب یعنی چی؟ پیش خودم فکر میکردم که من چی کار کردم، من با چه ظاهری رفتم اونجا. خیلی ساده، خیلی نرمال، مثل تمام کسای دیگه که ما روزی هزار نفر رو داریم توی خیابون میبینیم. من فقط توقعی از فرهنگ ایرانی نداشتم که این همه اهانت بشنوم و این همه توهین بشنوم و واقعا نمیتونم مثل خودشون جواب بدم، نمیتونم مثل خودشون برخورد کنم. فقط میتونم بگم که متاسفم، واقعا هیچی ندارم در جواب این سوال بگم. من دلم میخواد که جای زندگی کنم، دوست دارم جوری زندگی کنم که خودم خوشحالم، به هم توهین نمیشه. در اخبارهای دیگه هم، خبرهای دیگه، خب امکان داره بینندگان اینو شنیده باشن که در بنگلادش یک سکولاریست دیگه که در انتشارات کار میکرده و کتابای سکولاریستا و آتیستای دیگر رو منتشر کرده، یکی دیگر رو کشتن. ایشون اسمش بود فایزل آبدین دیپان. و خب چیزی که میشه دید اینه که این اسلامی‌ها یه لیست نوشتن از کسایی که سکولاریستن، آتیستن، آزاداندیشن و یکی یکی داره اینا رو شکار میکنه و میکشه. و دولت بنگلادش این خیالش نیست، کار نمیکنه و گفته که وزیر فکر کنم امور خارجه بنگلادش بوده، گفته خب این اتفاقاتیه که جزئیه میفته، زیاد چیز مهمی نیست. و حقیقت اینه، همونطور که ما چندین بار تو این برنامه گفتیم و که ما با یک ماشین کشتار روبرو هستیم توی خاورمیانه، تو آسیا، جنایت اسلامی در ایران، در افغانستان، در بنگلادش، در پاکستان، هر جا که دستشون برسه، در عراق، در سوریه و شمال آفریقا، یک ماشین کشتار به تمام معناست. دقیقا. و به اشکال مختلف داره مردم میکشه و توی بنگلادش هم اینطوریه و این باید پایان پیدا بکنه. دقیقا. باید جلوی اینو گرفتش. برای هفته آینده مصاحبه داریم با یک زن جوان به نام آژانتا دپرو. ایشون هم جزو یکی از این لیستایی هستن از اسلامیا، لیستی که میخوان یه سری آدمو بکشن و یه لیستی هم دارن برای کسایی که تو انگلستان زندگی میکنن و ایشون یکی از این کسانی هستن که در جزئیات بیشتری هم در رابطه جریانات اسلامی صحبت خواهند کرد و عکس العملی، اگر چنین کلمه ای هست، بی عکس العملی خود دولت انگلیس و پلیسش در قبال تهدیدهایی که داره صورت میگیره. و اما بریم به آخرین خبر و این مراسم وداع کوروش بخشنده. هزاران نفر رفتن و این عزیز یه فعال کارگری مشهور، چندین بار زندان رفته بود و مبارزه کرده بود، زندگیشو برای مبارزه برای بهبود وضعیت مردم، طبقه کارگر، یه مراسم خیلی زیبایی براش داشتن. و جالبش اینه که توی مراسم بعد حتی اون که فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده، پرچمی رو که این زیرش فعالیت می‌کرده، ایشون زیرش فعالیت می‌کرده، پرچم قرمز بلند کردن، سرود انترناسیونال خوندن. انترناسیونال خوندن تا نشون بده که سنندج با یک درش سنندج و خیلی از شرایط ایران به خصوص سنندج، ما با یه جنبش اجتماعی چپ رادیکال و سوسیالیست رو روبرو هستیم که کشتارهای و سرکوب جمهوری اسلامی نمیتونه جلوشو بگیره و این لحظه یه که این جنبش خودشو نشون داده و یاد این فعال کارگری رو گرامی داشتن. در فتوای احمقانه به قول فریبرز، این دفعه خب مثل خیلی دفعات از عربستان سعودیه و این فتوا نیست، قانون سرزمینشونه و اینه که یک مرد
مردی که از عربستان سعودیه نمیتونه با زنانی که از بنگلادش، پاکستان، چاد در آفریقا و برما ازدواج کنن. چرا؟ برای این دلیل چیه؟ خیلی راسیسته به نظرم. دقیقا همینطوره، نژاد پرستانه است. خیلی. شاید فقط آفریقا. و چرا این چهار نفر؟ این چهار کشور رو. همین چهار کشور رو. و این چیز، چرا چاد؟ فهم کنن آفریقا، چاد تمام آفریقا است؟ کل آفریقا اسمش چاده به عربی شاید از نظر اینا. خیلی چیزه. جالبش اینه که احمقانه است. جالبش اینه که یه سلسله مراتبی داره این قانون احمقانه فتوایی عربستان سعودی. گفته که اگه یک مرد که بعد وقتی میخواد با یک نفر خارجی ازدواج کنه و به خصوص فقط از این کشورها، باید یه دونه سرتیفیکت و یک نامه بیاره که اجازه بیاره در واقع که زنش، زنی رو که داره، زن اولیش باید مثلا معلوله یا مثلا نمیتونه بچه دار بشه یا یه چیزیش هست که میتونه با این خارجی ها ازدواج کنه. و گفته اگر میخواییم با یه زن مراکشی ازدواج کنین، باید اول نشون بدین، یعنی ثابت کنین که جرم انجام نداده، مریضی نداره و مواد مخدری هم نیست. این قانون فقط برای زنای مراکشیه. آره. برای هیچ کشور دیگه نه. آره. من فکر کنم از این جنبش مترقی خواهانه زنان مراکش میترسن. شاید اینطوریه. ولی واقعا آدم فکر میکنه که این اصلا چجوری به این نتایج میرسن. رضا مرادی داشت میگفت که یه بار شنیده بود که توی عربستان سعودی تصادف شده بود. بعد این جوک نیست البته، خبر بود. خب همش آخه جوکه. خب یه خبره، یه تصادف شده بود با یه خارجی. خب بعد دادگاه گفته که خب تقصیر توه، تو خارجی. چرا؟ به خاطر اینکه تو اگر اینجا نبودی، تو کشور خودت بودی، تصادفی صورت نمی‌گرفت. تموم شد رفت. یعنی واقعا آدم فکر میکنه که اصلا معلوم نیست از کجا این چهار کشور از کجا درآوردن، مراکش از کجا درآوردن. انسان قرن 21 توی عربستان سعودی باید بر این موازین زندگی بکنه. واقعا احمقانه است. خیلی زیادی بیش از حد. در پاکستان چندین زن دانشجو در دانشگاه کراچی اومدن و یه روز مشخصی رو اعلام کردن روی فیسبوک که بریم این روز زنان با هم کریکت بازی کنیم در اعتراض به اسلامیون. حالا فریبرز توضیح بده به بینندگان عزیز که این چه نوع اعتراضیه که به نظرم اعتراض خیلی جالبیه. هفته قبل از اون چند نفر دختر و پسر دانشجو داشتن توی دانشگاه با هم کریکت بازی میکردن و جریانات اسلامی اومدن گفتن که اولا دخترها حق ندارن کریکت بازی کنن، ثانیاً با دختر و پسران نمیتونن بازی کنن و به شدت این بچه های دانشجو رو گرفتن زدن و این اعتراض خیلی وسیع رو تو جامعه پاکستان برداشته. و این حرکت جالب دخترهای دانشگاه کراچی بهترین پاسخیه که میشه به این جریانات اسلامی داده و فقط زنان و دختران پاکستان هم میتونن جلوی اینا رو بگیرن به شکل واقعی و یه مبارزه رو سازمان بدن و رهبری بکنن و این کار رو به شکل خیلی زیبایی کردن و تصویر زیبای هفته ما کریکت به دستان دانشگاه کراچی است. حالا مصاحبه‌ای می‌بینیم با یک زن افغانی به اسم فاطمه محمد کاظم. فریده آرمان که یک فعال حقوق زنان عزیزمون در سوئد هستش با ایشون نشستن و یه مصاحبه خیلی جالبی داشتن در رابطه با وضعیت واقعا اسفناک زنان در افغانستان. این مصاحبه رو با ما نگاه کنید و بعد برمیگردیم که یه مقدار در این رابطه صحبت کنیم. با ما باشید. خوشحالم از اینکه دعوت ما رو قبول کردی و اومدی توی این برنامه شرکت میکنی و میخوایی که حرف دلتو به گوش مردم و جهانیان برسونی. بله. میشه خودتو معرفی کنی؟ بله، من فاطمه محمد کاظم از افغانستان هستم.
از کشور افغانستان. چند سال داری فاطمه جان؟ من 36 سالم هستم. 36 سالته. من دوست دارم بگی چی شد که تصمیم گرفتی قبول کنی که بیای تو این برنامه؟ من از خاطر من میفهمیدم که در این برنامه اگر اشتراک کنم جان من زیاد در خطر است، جان بچه‌ام در خطر است. مگر بازم من از خاطر در این برنامه شرکت کردم که من میخواستم که درد دل خود، درد دل لکا میلون زنای افغان از دیگر کشورها را میخواستم که در اینجا بیان کنم. بگویم میخواستی بگی برای مردم دنیا که چی داره میگذره؟ بله، که سر خانمای افغان چی میگذره، چه خلال جد را میکشن در افغانستان، چی حالت هست سر زنها که میلیون ها زن خودکشی میکنن، جان خود از دست میتن از خاطر که بسیار سرشان ظلم میباشد. من میخوام مثل یه نمونه از اون میلیون ها زنی که ازش اسم بردی که خودت با گوشت و پوست خودت اینو تجربه کردی، این بی حقوقی رو، این زجر رو، این تبعیض رو تجربه کردی، میشه برامون از اول، از موقعی که کوچیک بودی یه مقدار بگی؟ بچه بودی؟ بله، بچه بودم. چی دسته؟ میخواستم مدرسه برم، مگه مدرسه رفتن نمیتونستم از خاطر که اجازه نداشتم، که بچه های دیگر رو میدیدم که مدرسه میرفت خیلی گریه میکردم، رنج میبردم که این بچه ها چرا به مدرسه میرن، من رفتن نمیتونم، چرا من امرای بچه ها بازی کردن نمیتونم، خیلی رنج میبردم از که رنج خود تاله میبرم که به سواد ماندم. ما میخواستم، ما آرزو داشتم که دیگر بچه ها باره مدرسه برم، با سواد باشم، با همراه بچه ها بازی کنم، منم چون که نتانستم. تو پدر مادرت من برام تعریف کردی که در یک حادثه بمبی که منفجر شد پدر مادرت رو کشته شدن. بله. و تو رو خالت و شوهر خالت. بله، من شوهر خاله هم بزرگ کردن. بیش از اون نبودم. از چه سالی تو مجبور شدی به اینکه برقه و حجاب سر کنی؟ من 4 سالم بود. 4 سالم بود که برقه سر کردم. دوست داشتی اون حجاب و اینا رو؟ نه خیر، من دوست نداشتم، چون که من خیلی بچه کوچک بودم، من دوست نداشتم. که من میخواستم دیگر بچه ها رو آزاد باشم، برقه در سرم نباشم، برم در خیابان امرای دیگر بچه ها بازی کنم، منم چون که مرا اجازه نمیداد، چون که من یک دختر بودم. تا تو یه ذره بزرگتر شدی و شوهر خالت برای تصمیم گرفت که ازدواج کنی؟ بله، من در سن 17 سالگی برای من شوهر خالم تصمیم گرفت که ازدواج کنم. دیگه ازدواج کردم همراه یک مردی که طالبان بود. دیگه برام خوشایند نبود از خاطر که اون مرد خیلی طالبان بود و دیگه آدم مسلح بود و مسلح میرفت و میامد و قیافهش بسیار ترسناک بود. دیگه دوست نداشتمش. اجباری بود فقط؟ اجباری، بله اجباری. از تمام از میلیون ها زن در افغانستان اجباری است آلوسیهشان. نمیتونم که خود خانم ها نمیتونم، خود دختر خانم ها نمیتونم که برای خود تصمیم بگیرن، زندگی خود پیش ببرن. همین باعث میشه که دختر خانم ها و خانم ها خود خودکشی میکنن، آتش میزنن و دار میزنن و همین کارا میکنن. تو زندگیت با این شروع شد که رفتی تو خونه یه نفری که اصلا نمیشناختیش، اصلا ندیده بودیش، اصلا انتخابش نکرده بودی. بله. و چطوری میگذشت روزانت؟ روزت چطوری میگذشت؟ خوشایند زندگی نبود دیگه، که بازم از خاطر که در مملکت ما میرقم قانون هستن که زن هیچ حقوق نداره، بازم قبول کردم همین کارا. وقتی که رفتم دیگه، از اون وقتی که رفتم و ازدواج کردم رفتم دیگه، ظلم و زدن و کتک میزدیم زیاد شروع شد.
بازم دست کتک خودم اقدر رنگ نمی بردم، رنگ می بردم که خانم بودم چرا مرا کتک بزنم، بازم اقدر رنگ نمی بردم. وقتی که بچه دار شدم بچه های من رو می زد زیاد رنگ می بردم. خب بچه هست دیگه، او چی رو می فهمه که می زنم بورم. تو دوتا دختر آوردی؟ بله من دوتا دختر آوردم. دوتا دختر آوردم دیگه سر من زیاد ظلم میکرد، چرا که چون که میگفت چرا پسر نآوردی که من حتم خود طالب جورش کنم، اون که دختر پسر بیارم اون که دست من نیستم. من خود نمیدانم که دختر میشه پسر میشه، مگم او آدم نادان بود جاهل بود نمیفهمید، میگفت نه باید پسر میآوردی که من رقم خود طالب جور میکنم. مگم من خوش بودم که من دختر میآوردم چرا که من پسر رو خوش ندارم. بعد تو زندگیت اینطوری میگذشت که این شروع کرد هی دائم تو رو به خاطر اینکه چرا بچه دختر آوردی تو رو مورد خشونت قرار میداد، کتک میزد، بچه ها رو کتک میزد. چجوری تحمل میکردی؟ واقعا برای من سوال، چجوری تحمل میکردی روزا رو؟ خب ما مجبور بودم که تحمل میکردم دیگه، چاره نداشتم. هیچ کمک دولتی هیچی نبود که به تو کنم؟ اونجا هیچ کمکی نمیکنه، هیچ نه دولت کمک میکنه نه هیچ چیز، نه پلیس کمک میکنه نه دولت کمک میکنه هیچ چیز. نه مجبور هستی کل عمر یا دست به خودکشی بزنی یا چی کنی یا تحمل کنی همین زندگی رو تعمل کنی. دیگه من خودم دو دفعه خواستم که خودکشی کنم، دچای آب خودا پردم. خودت دچای آب بندازی؟ بله. مگم مثلا چشمای بچه هم که میدیدم میگفتم که زندگی از یا چی رقم میشه، چون که زندگی از این که من نباشم یا چی رقم میشه. از او خاطر ندانستم که خودکشی کنم. ما بالاخره یک تصمیم گرفتم که باید فرار کنم از اینجا. من میفهمیدم که من اگر فرار کنم جان ما در خطر است، اگر ما را بگیره دستگیر کنه عرصه ما را میکشه. مگم بازم عرصه تاتونم؟ بله. حتی بچه های خودش هم حاضر بود بکشه؟ بله. بازم از کشتن خود راضی بودم از این که هر روز زجر میکشیدم. ترجیح دادی که بمیری ولی فرار کنی و بچه هاتم جونشون رو نجات بدی؟ بله. این برای من تعریف میکردی، میگفتی که این من میدیدم که همین سرنوشتی که من الان دوچارش هستم، همین سرنوشت قراره بچه های منم دوچارش بشن. بله. و من بایستی یه راه حلی پیدا میکرد. بله. بعد فرار کردی کجا رفتی؟ بس رفتم کابل خانه خاله. آره. بعد از اون نمیتونست اونجا تو رو پیدا بکنه؟ این فرار کردی به جای دیگه؟ نه که من رفتم خانه خاله، باز از اونجا رفتم خاله من رو دیگه جای پنهان کرد. پنهان کردش؟ بله. بعد چی شد؟ باز اونجا میرفتم یا خانه یگان کس که کار میکردم از خاطر که به اولادم یگان نان چیز پیدا کنم، لباس ها رو میشیدم. باز در خانه یک خانم بوده که اونجا رفتم، باز برادر از او من اونجا دیده دیگه. باز خود من رو گفتم من امرایت ازدواج میکنم. من کل قصه زندگی خدا برش کردم که من جانم این رقم در خطر است، من این رقم که تیاغ آدم طالب عروسی کرده بودم از این دوتا فل دارم این رقم. بازم دمه قدر که کل داستان زندگی خدا برش گفتم که میفهمید که جان از اون در خطر میشه، بازم آدم خوب بود، بازم من رو قبول کرد، بازم از خواهم من رو امرای اولادم قبول کرد، امرای من ازدواج کرد. ازدواج کردی؟ بله. بعد حاصل این ازدواج بچه دارید از اون مرد دو؟ بله، دو دختر و یک پسر دارم. یعنی مجموعا 5 تا بچه تو آوردی؟ بله. بعد چی شد که تصمیم گرفتی که فرار کنی از افغانستان؟ او آدم ما رو پیدا کرد. پیدا کرد. همسر اولت؟ بله. دو بار در پشت خانه ما آمد لطکوب که شوهر دومیم کتک زدیش. نخواست که او بیای داخل، که اگر او مرا دستگیر میکرد خب مرا میکشتد. اون نمیگذاشت. باز همی بالاخره تصمیم گرفتیم که باید من فرار کنم از اونجا. وقتی که به این مصاحبه آدم گوش میده نگاه میکنه اصلا نمیدونه از کجا شروع کنه، چون به نظرم زندگی همین یک زن واقعا تراژدی پشت سر همه تراژدی پشت سر همه تراژدیه. یعنی
از اون کوچیکیش مادر پدرش کشته میشن تو بمباران، وضعیت جنگی، از 4 سالگی برقا میکنن سرش، ازدواج اجباری ادامه داره هیچ وقت تموم نمیشه. یک تبعیض کامل شبانه روز و تمام زندگی این خانمو نگاه میکنی، خانم فاطمه محمد کاظمو نگاه میکنیم، تمام لحظاتش رو تبعیض میتونه نگاه کنی. از کوچولویش که مجبورش کردن برقا سرش بکنه، به زور شوهر دادنش، بچه‌هاشو در واقع قبول نکردن، گفتن چرا دختره، دختره طالبان باشن، فشار از باید مجبور شده فرار کنه، مجبور بره قایم شه، الان مثلا توی کشور سوئد تقاضای پناهندگی کرده احتمالا. و اینو میخوام بگم که این وضعیت خیلی از زناست، یه تصویر و یک لحظه ای از وضعیت زنها توی افغانستان، در این حال که اعتراض هست، مبارزه هست، در رفتن هست که جزی از اعتراض مبارزه است، ولی این وضعیت ادامه داره پیدا میکنه و باید جلو این رو به یه شکلی گرفت. چیزی که واقعا وقتی به این مسئله نگاه میکنیم، به خاطر اینکه الان تو اروپا خب پناهنده زیادی دارن میان و خب خیلی هم تعداد خیلی وسیعی از مردم اروپا و غرب به این پناهندگان خوش آمدگویی گفتن، ازشون حمایت کردن، ولی خب یه سری از این فاشیستا و واقعا دست راستای افراطی هستن که کلن همش دارن علیه پناهجویان تبلیغ میکنن، میگن که اینا پناهجویان واقعی نیستن و غیره. ولی فقط لازمه به زندگی یک زن نگاه کرد، گوش داد، تا دید که واقعا عمق فجایعی که داره علیه زنان، علیه مردم در افغانستان، در ایران و غیره داره صورت میگیره و چرا واقعا وقتی ما میگیم پناهندگی حق هم از مرز و بد باز باشن، این یک زن به نظرم همه این داستان خوب توضیح میده. در کنار تمام لحظه ها میشه اینو دید و دلیل اینکه مردم در میرن و فرار میکنن و خود پناهندگی اعتراض کاملی به نسبت به وضعیت، در کنار اون تراژدی هر لحظه مقاومت و مبارزه به شکل منفی در رفتن، نکردن، ناراحت بودن از این وضعیت و پناهندگی آخرین شکلش که در واقع به این سرانجام میکشه و بعد این واقعیت رو دریافت. تمام پناهندگان اعتراضن به وضعیت موجود تو این کشورها و باید اهمیت تک تک پناهندگان رو به نظر من درک کرد. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه و از صحبت‌ها و بحثایی که اینجا مطرح کردیم، مصاحبه‌ای که فریده آرمان براتون تهیه کرده بود، و خب خیلی ممنون از تماس‌هایی که از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل و غیره با همون داشتین. واقعا خوشحال میشیم که بدونیم بالاخره کسایی هستن اونجا که از برنامه‌مون خوششون میاد و دارن با همون تماس میگیرن. واقعا ممنونیم از شما. به هر حال فکر کنم به آخر برنامه‌مون رسیده. آره، و از طرف من و مریم از طرف من و مریم نمازی تا هفته آینده، گود بای. Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Fari Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And yeah, we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works.
When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.